حضرت میگوید فکر میکنم بسیار یک مصرعهای عادی برای ما و شما بیان کرده است. دیدم آخر حال داماد و عروس، زال بالا خواست شوهر زیر شد. هر وقتایی که اگر شخصی که میخواهد که این دنیا را در نکاح خود بدرارد، مثل هست که این دنیا به همون دنیایی هست که شوهری خود البته زیر میکند، شوهر البته میکشد نابود میکند، لکن این دنیا در جای خودش باقی میماند. حضرت عیسی علیه السلام وقتی که به سوی خداوند مناجات کرد، پروردگار همین دنیا را در صورت خودش من نگاه کنو، وقتی خداوند این صورت آورد، در صورت یک زنی میگد، غزالی در کتاب مکاشفت القلوب خود میگوید، میگوید با منزله یک صورت زن پیرانسال میگد در نزد حضرت عیسی حاضرش کرد. حضرت عیسی گفت ای دنیا، گفت چند شوهر داری؟ گفت شوهری من عدد ندارد. گفت آیا طلاقشان دادی؟ یا اینکه از خانه پیششان کردی؟ چگونه معامله کردی؟ نه، گفت نه طلاق دادم نه از خانه پیش کردم، بلکه همش به هلاکت رسانیدم. حضرت عیسی میگه در تعجب شد، گفت پروردگارا من حیرت هستم در اون مردهایی که چونین زنی که شوهری خودش به قتل میرساند باز با چونین زن نکاح میکنند، چونین زن محبت بر او میبندند. دیدم آخر حال داماد و عروس، زال بالا خواست شوهر زیر شد. گرچه میگویی که از وای حاضرم، گرچه میگویی که از وای حاضرم، لیک او مثل سگی خفگیر شد. میگوی به زبان میگوی که برای من دنیا لازم نیست، لیکن فراموش نکن که این دنیا مثل همون سگی خبگیر است. میگه از دامان تو مستحکم میقپد، کاری میکند که وسوسه های شیطان و تمام جریان به سوی شما هجوم میکند با واسطه همین دنیا. ای جنون، با اهل دون صحبت مکن، حاصلی هل صحبت تأثیر شد. رسول اکرم روایت میکند، میگوید این مما اخاف علیکم من بعدی، چیزی هست که بر امتم ترسنده هست، میترسم از یک چیزی که بالای شما میآید. پیغمبری خدا گفتن چی هست؟ ما یفتح علیکم من زهرت دنیا و زینتها، میترسم گفت پیغمبری خدا که بعد از سر من این زیب دنیا، این زینت دنیا بالای شما هجوم میکند و کاری میکند که محبت خودش در دل شما جا میکند. وقتی محبت دنیا در دل شما جاشید، مال دنیا را که در دل شما محبتش که جاشید، شما دیگر بر آن عشق اساسی هیچگاه دیگر رسیدن نمیتونید. امروز همین دنیا هست، امروز همین مال است که بسیاری بندگان خدا را دیگر از عبادتهای فرضی الهی من کردگی است. هست برادرهایی که وقتی که ساعت عبادت خداوند می آید، کار دنیا را ترک می کنند، زیرا خدا بر اینا ندا می کند. امروز هم ندای مهنت است، هم ندای کسب کار دنیایی است و هم ندای الهی به سوی شما هست. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. خدا میگوید وقتی ندا روز جمعه کی شد، خدای شما به شما ندا میکند کار دنیایی را ترک کنین و ذروا البیع، خرید و فروش را ترک کنین. فاسعوا الی ذکر الله، شما به سوی ذکر خدا بیایین. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانسته باشید، اگر شما عاقل خردمند باشین، این برای شما بهتر است.